مایکروسافت بالاخره بعد از 17 سال یو آی ستاپ ویندوز رو موقع نصب عوض کرده و یه یو آی جدید تر گذاشته. خیلی فرقی نکرده ولی اومده با ویندوز 11 سازگارش کرده و خیلی سر صدا کرده. امروز میخوام این یو آی جدید رو بهتون نشون بدم و بگم توی ویندوز جدیدی که قرار سال بعد بیاد چه تغییرات مهمی انجام شده. با من همراه باشید. سلام، مردشیر کابینه نمیجه کانال 4 کامپیوتره و همونجوری که گفتم مایکروسافت بعد از 17 سال یعنی از سال 2007 که ویندوز ویستا رو داد بیرون و این یو آی ستاپ رو داشتیم اومده بالاخره تغییرش داده، یه یو آی جدید گذاشته. عکسای بک‌گراندش عوض شده بود همیشه. توی ویستا اون تم خوشگل ویستا رو داشت، بعد آبی شده بود، بعد آبی پررنگ ویندوز 8 رو داشتیم، ویندوز 10 داشتیم، این عکس عوض شده بود ولی دیگه هیچ تغییر دیگه نکرده بود و گزینه‌ها همشون سر جای خودش بود. خب این تنها تغییری نیستش که توی این نسخه قرار بیاد. اصلا این نسخه قضیه‌اش چیه؟ مایکروسافت هر چند وقت یه بار میاد نسخه های جدید رو توی کانال‌های مختلفی که داره برای افراد مختلف عرضه می‌کنه. 4 تا کانال داره مایکروسافت: کانال قناری، کانال دیو، کانال بتا و کانال ریلیز. ما عموماً به عنوان کاربر نهایی از کانال ریلیز استفاده میکنیم یا فوقش میریم بتا رو نصب میکنیم که مثلا تغییرات جدیدتر رو ببینیم، ولی یه کانال دیو داره که برای دیولوپراشه و یه کانال قناری داره که اولین تغییرات رو میذاره اونجا. قبلا در مورد این کانال قناری صحبت کرده بودیم موقعی که ویندوز 11 اومد. تغییرات رو میذاره اونجا، آدما میبینن، شروع میکنن ادیت کردن، بهتر کردن تا به نسخه نهایی برسه. الان یو آی جدید ویندوز اومده، توی کانال قناری هم عرضه شده. همیشه هم اینجوری بود که وقتی تو کانال قناری یا هر کدوم از کانال دیگه یه چیزی میومد، شما باید میرفتی دستی میرفتی جز به اون کانال میشدی آپدیت میکردی تا بتونی اونو بگیری. ولی این بار چون توی یو آی تغییر داده و میخواد آدما موقع نصب بتونن تغییر رو ببینن، خودش ایزوش رو داده بیرون و چون ایزو رو داده کار باش راحت تره. یه پست وبلاگ منتشر کرده که دارید میبینید. تو این پست وبلاگ تمام تغییرات رو گفته، از آیکون تست منیجر که عوض شده، از تغییراتی که توی رابط کاربری داده، مگنیفایر یه تغییری کرده، میبینید ریز و ریز همه تغییرات رو گفته و چند تا تغییر اساسی گفته که میخوام بگم. یکی از اون تغییراتش هم همین یو آی جدیده که اون رو هم بهتون معرفی میکنم. پست وبلاگ رو توی توضیحات واسهتون گذاشتم، اگه خواستید میتونید شما هم سر بزنید ببینید و ایزو ویندوز رو حتی از اونجا دانلود کنید و تستش بکنید. حالا ببینیم چه تغییرات مهمی انجام شده. اول و مهمترین تغییر همین یو آی ستاپ جدید ویندوزه که آخر کار میریم با هم نصبش میکنیم و اون یو آی رو بهتون نشون میدم. اون به کنار. دومین تغییر که به نظر من بزرگترین تغییریه که قرار ویندوز انجام بشه توش، اینه که از یو اس بی 4 قرار از این به بعد پشتیبانی بکنه. شاید بگید یو اس بی 4 چیه، چه مزیتی داره؟ یه لحظه با خودتون تصور کنید یک فایل 10 گیگابایتی رو میخواید روی فلشتون کپی کنید، چقدر طول میکشه؟ اگه فلشتون و لپتاپتون و ویندوزتون یو اس بی 4 رو در بهترین حالت خودش پشتیبانی کنن، 1 ثانیه طول میکشه. 1 ثانیه 80 گیگابیت پر سکند قرار سرعت داشته باشه. تاندربولت رو قورت میده میذاره تو جیبش. تاندربولت 40 گیگابیت پر سکنده و این قرار 80 گیگابیت پر سکند باشه. سیستم عامل ها باید پشتیبانیش بکنن، سخت افزار ها باید پشتیبانیش کنن که مایکروسافت تو همین مقاله از لپتاپای فکر کنم برند ریزر رو معرفی کرده که آقا این مدل یو اس بی 4 داره و باید فلشتون و بقیه قطعات هم بیان روی یو اس بی 4 تا پشتیبانی بشن. فقط یه نکته بگم، من بعدم فکر کنم در مورد این یه ویدیو جداگونه میسازم، حواستون باشه. این که برندها بیان سری بزنن یو اس بی 4، گول نخورید برید بخرید، طول میکشه تا برندها بتونن یک یو اس بی 4 نسخه 4 پایدار برای شما بسازن. مدت زمان زیاد طول میکشه، همونجور که یو اس بی 3 و 3 و 1 اومد و کلی از برندها میزدن ولی هیچ کدوم از اون قابلیت‌هاشو نداشتن، اینم طول میکشه. فکر کنم یه ویدیو جداگونه در موردش بسازم. فقط حواستون باشه که گول نخورید، یه زمان طول میکشه ولی یو اس بی 4 میاد و 80 گیگابیت پر سکند سرعت به ما خواهد داد که خیلی خوبه. قابلیت مهم دیگه ای که گفته عرضه شده تو این نسخه، پایدار بودن ارتباط بین گوشی موبایل و کامپیوترتونه. اگه دارید از نرم‌افزار یورفون استفاده میکنید، این ارتباط خیلی پایدارتر شده دیگه. شما از بعد اگه اسکرین شات توی گوشیتون بگیرید و میتونید پیستش کنید و استفاده بکنید و یه سری چیزای دیگه که در موردش بعدم حالا هر زمان اومد صحبت میکنیم و ویدیو میسازیم. و یه چیز دیگه این که روی قابلیت نردر ویندوز کار کرده و الان میتونه خیلی بهتر
بهتر وایس ها رو تشخیص بده، وایس براتون بسازه و اینجور چیزا. این گزینه هم خیلی بهتر شده. حالا بریم بهتون کامل نشونش بدم. خب من کامپیوتر روشن کردم، با DVD بوت کردم، اومدم بالا و همونجوری که می‌بینید تفاوت کرده. قبلا یه صفحه میآورد آبی رنگ بود و سه تا گزینه داشتیم. سه تا گزینه رو باید یه جا انتخاب می‌کردیم. این اینستال بود، این لنگویج بود، تایم اند کارنسی بود و کیبوردم بود. الان جداش کرده، این دوتا رو جداگونه گذاشته، میتونید انتخاب بکنید و اینجا زبان‌های مختلف و کیبورد رو جداگونه گذاشته که کیبوردتون چی باشه. اینو جدا کرده، نکست رو می‌زنم و صفحه متفاوته. اینجا سه تا گزینه در اختیارتون میذاره. اینستال ویندوز 11، اگه میخواید ویندوز 11 رو نصب کنید این مرحله رو برید جلو. اگه میخواید ریپیر کنید، این ریپیر قبلا این پایین بود گزینش، اگه میخواید ریپیر کنید اینو انتخاب کنید و لانچ د لگسی رو اگه بزنید اون مرحله قبلی رو نشونتون میده. بذارید از پایین دونه دونه بریم بالا. اول لانچ لگسی رو بزنیم چی میشه. نکست رو که بزنم همون مرحله قبلی میاره. ببین قبلا این شکلی بود، این سه تا اینجا بود، بعد اینستال ناو اینجا بود، ریپیر هم اینجا بود. خب الان یه گزینه اضافه شده، این شکلی شده. این میشه مراحل قبلی که کاری به این نداریم. بریم حالا ریپیر رو با هم دیگه ببینیم. من یه بار ریستارت کنم دوباره بریم تو اون صفحه. خب حالا اگه ریپیر رو انتخاب کنم چی میشه؟ میره وارد مراحل ریپیر میشه، همون گزینه‌ای که اون پایین بود. بذارید این رو هم با هم ببینیم. زبان رو میگه انتخاب کن و اون مراحل ریپیر رو میاره. این آیکونا عوض شده، نوشته ها همونه ولی آیکونا عوض شده و جدیدتر شده. ترابل شوت رو بزنم اینجا گزینه‌ها رو میاره. همون گزینه های قبلی، هیچ فرق نداره، فقط آیکونا رو عوض کرده. پس اینم از ریپیر، اگه بخواید ریپیر کنیدم اینجا وجود داره. کانتینیو رو میزنم، یه بار دیگه وارد میشم. خب حالا بریم نصب ویندوز رو ببینیم. اگه اینستال ویندوز 11 رو انتخاب کنید اینجا گزینش خاموشه، میگه باید حتما تایید کنی که آقا موافقی که اگه چیزی پاک بشه مشکلی پیش نمیاد. الان چیزی پاک نمیشه اگه درست انجام بدیم، ولی میگه که آقا حواست باشه. میگم اوکی، نکست رو میزنم. اول میگه پروداکت کی رو بده، اگه داشته باشید پروداکت کی رو وارد میکنید، اگه نمیگید فعلا ندارم میخوام از روش های دیگری استفاده کنم. این اصلا کار غیر قانونی و خلاف نیست، روش های دیگری وجود داره که بعدا باید انجام بشه. میگم بعدا میخوام انجام بدم. نسخه ویندوزتون رو میگه انتخاب کنید. دیسکی که من دارم دیسک کانسومر ادیشنه، پس نسخه هوم و ادویکیشن و پرو داخلش هستش که من پرو رو انتخاب میکنم. نکست رو میزنم. قوانین مایکروسافت رو باید قبول کنید. اکسپت میکنیم. همونجور که میبینید طراحی یه ذره عوض شده. من حس میکنم این طراحی نهایی نیست، همچنان لبه ها تیزه. مایکروسافت تو ویندوز 11 لبه ها رو گرد کرده، این هنوز تموم نشده و کامل نیستش. سرچ فور دیسک رو داره انجام میده که دیسک رو پیدا بکنه و برامون بیاره. چون کامپیوتریه که الان روش ویندوز وجود داره، درایف هایی که میاره رو میتونید ببینید. این درایو وجود داره. این گزینه قبلا پایین بود، این قسمت بالا بود. الان جابجا کرده اینو گذاشته بالا. یه ذره عجیب غریبه به نظرم، ولی خب احتمالاً همین اوکیش میکنه و به نظرم این گزینه خوبیه. طراحی بهتری نسبت به اون موقع وجود داره، این گزینه رو به نظرم آورده بالا. نمیدونم، یه ذره همچنان پایین بودنش رو من بیشتر شاید دوست داشتم، ولی شاید هم عادت باشه. پارتیشن بندی ها میتونم ببینم. پارتیشن رو خیلی خوب داره نشون میده که این قسمت دیسک صفر پارتیشن یک هستش. اینو قبلا نداشت، تا جایی که یادم اینجوری نشون نمیداد، فقط پارتیشن میساختی. اینکه رو کدوم دیسک رو درست حسابی نمیشد فهمید، میشد فهمیدا ولی درست نبود و اینقدر دقیق و جامع نشون نمیداد. گزینه‌ای که داشتیم ریفرش کار میکنه، همچنان لود درایور کار میکنه. اگر دیسک آفلاین باشه میتونید از همینجا آنلاینش کنید. فکر کنم این گزینه قبلا که وجود نداشت، حالا نمیدونم اصلا میتونست این کارو بکنه یا نه، ولی الان وجود داره. اگر دیسک آفلاین باشه میتونید از جا آنلاینش کنید، پارتیشن رو دیلیت کنید، فرمت کنید، پارتیشن بسازید یا اکستند بکنید. من مثلا چون اینجا یه مگ خالی دارم، پارتیشن ساختن رو میاره، میگه آقا یه مگ میتونی پارتیشن بسازی. و بقیه گزینه هم که اینجوری میتونید از همین استفاده کنید. من اگه بخوام نصب کنم روی چیزایی که نمیتونم، اگه برم میگه که آقا این پایین نمیتونی، روی این که جا داره میگه میتونی نصب کنی و میتونم انتخاب کنم و ویندوزمو نصب بکنم. ولی بذارید پاک کنیم همه چیزو و شما ببینید که حالا بخوایم بسازیم چجوریه. من همه اینا رو پاک میکنم. دیسکم خالی شده. الان کرییت پارتیشن رو میتونم بزنم، حجم بدم، بگم چقدر. هیچی نمیزنم، مثل همون حالت عادی. ببینیم که چیا رو برام میسازه. بر اساس اینکه شما دیسکتون کامپیوترتون UEFI باشه یا بایوسپیس باشه، باید دیسکای مختلفو بسازه. یه 100 مگ ساخت، یه دونه 16 مگ ساخت و یه دونه هم پرایمری ساخت واسه من. پس UEFI رو اگه نساخت، یعنی اینکه من این کامپیوترم UEFI نیست و از نوع
بایو سپیس هستش احتمالاً، البته یو اف آی نمیدونم حالا تنظیمش امکان داره متفاوت بشه. اگه خواستم چیزی رو اکستند کنم، مقدار فضایی داشته باشم، میتونم اینجا اکستند کنم و بقیه موارد. پس چیز خاصی نداره، واقعا فقط یه ذره قیافه ها عوض شده. بریم مرحله بعدی ببینیم چیه. یه ذره کنده حس میکنم، نمیدونم شما می حس میکنید یا نه. حالا میگه که میخوام این دو زیاده رو نصب کنم. کیپ ناتینگ، چیزی نگه ندارم واسه. و اینجا گزینه چک دیوایس اسپسیفیکیشن اومده، میزنم روش، میگه که برو به این آدرس ولش کن و میخواد بره ویندوز رو نصب کنه. میگه آقا حواست باشه که مینیمم ریکوایرمنتس رو باید داشته باشی. من داشتم مینیمم ریکوایرمنتس رو، واسه همین شاید اصلا گیری چی نداد. اینستال رو میزنم، این صفحه هم عوض شده، قبلا همونجا میومد چند تا رو نشون میداد، الان این کارو میکنه. بعد میخواد تازه ریستارت کنه و ببینیم چی میشه. من صبر میکنم تا این تموم شه، مرحله بعدش رو بهتون نشون میدم. خب همونجوری که میبینید ریستارت شد، اون 100% شد، ریستارت شد و الان رفت توی مرحله اینستالینگ. میگه که آقا کامپیوترت هم چند باری قراره ریستارت بشه. صبر میکنیم تا ببینیم که چی میشه. خب حالا یه بار دیگه کامپیوتر ریستارت کرد، ببینیم که چی میاد. ادامه همونه، هنوز تو مرحله اینستالینگه، ولی من فکر میکنم که این اینستالینگ تموم بشه کلن ویندوز میاد بالا. حالا ببینیم که چی میشه. بله، مرحله نصب انجام شد و رسید به مرحله مینی ستاپ. چیزی که من توی ویدیوهایی که اومده بود دیدم، مینی ستاپ هیچ تغییری نکرده و همون مینی ستاپ قبلی ویندوزه. حالا من با سرعت زیاد یه بار انجامش میدم که شما دیگه ببینیدش. خب اینجا گزینه جدید داریم، اینستال درایور. اگر کارت شبکه‌تون رو نشناخته باشه، اینجا احتمالاً گزینه رو بهتون میده که شما بتونید درایورش رو اینستال کنید. این چیزی بود که قبلا وجود نداشت و به نظرم خیلی خوبه که اینستال درایور رو گذاشته. الان مشکلی که من کارت شبکه رو قطع کردم، میخواد بره وصل شه، نمیتونه و گزینه اینستال درایور واسم آورد. من شیفت اف رو میزنم، به روشی که از قبل یاد دادم این رو ازش عبور میکنم. اینجا هم انیمیشن جدید داریم میبینیم. خب ویندوز اومد بالا و حالا دیگه اینکه محیط داخلش چه فرقایی کرده و چه امکاناتی اضافه شده، چون نسخه قناری هستش دیگه ولش کنیم و حالا بذاریم تا بعدا ببینیم چی میشه. تو نسخه اصلی مشخص میشه. من لیست کاملش رو تو توضیحات وسطتون میذارم که دقیقا چه فرقایی کرده و از اونجا میتونید ببینید. خب اینم از این، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. همونجوری که دیدید واقعا تغییر اونقدر محسوس نیست که نتونه کسی استفاده بکنه، فقط از اونجایی که از سال 2007 تا حالا تغییر نکرده بود و الان قرار آخر امسال وقتی میاد تغییر بکنه، گفتم براتون ویدیوشو بسازم. منظور از آخر امسال اینه توی 6 ماهه دوم سال میلادی باید نسخه جدید ویندوز بیاد و نسخه جدید که بیاد این یو آی جدید رو خودش داره. اگر زودتر مایکروسافت نده، که فکر نمی‌کنم زودتر بخواد نسخه بده، همون موقعی که نسخه رو میده بیرون این تغییرات داخل خودش هست. گفتم از الان شما بدونید، آگاه باشید. وقتی چاره کامپیوتر رو دنبال میکنید، باید زودتر از بقیه همین چیزا رو آگاه باشید. دمتون گرم. مرد شرکاوی اینم اینجا کانال چاره کامپیوتره. خوشحالم که اگر ویدیو لایک کنید، نظرتون رو برام بنویسید. دمتون گرم. مرسی. فعلا خدا نگهدار.